سرخط خبرها پیشنهاد گسترش همکاری های اقتصادی عربستان به جمهوری اسلامی ایران گشتزنی کامل یک دور زمین توسط نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران در یک اقدام بی سابقه ادعای گروه های مخالف سوریه بر تسلط کامل بر ریف غربی حلب و بررسی روسیه برای آغاز دوباره آزمایش های هستی. سلام به این بسته خبری از کانال شیپور خوش آمدید. پایگاه آمریکایی بلومبرگ در گزارشی به علاقه ریاض برای گسترش و همکاری های اقتصادی با تهران خبر داد. بر اساس این گزارش منابع آگاه که نخواستن نامشان فاش شود اعلام کردند محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی که در عمل اداره کشور را بر عهده دارد. طی هفته های اخیر به طرف ایرانی پیشنهاد گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری را داده است. این منابع افسودن بن سلمان با مطرح کردن این پیشنهاد به دنبال آن است که سطح تنش ها میان ایران و غرب را کاهش دهد. اکنون ریاض به دنبال ایجاد توازن در روابط خارجی خود میان ایران و آمریکاست و در آستانه ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید در 20 ژانویه میکوشد همزمان به تهران و واشنگتن نزدیک شود. بر اساس نظریه وابستگی اقتصادی که لیبرال ها در روابط بین الملل بر آن باور دارند، گسترش مناسبات تجاری و وابستگی اقتصادی میان دو کشور می تواند سطح تنش ها و منازعات را کاهش دهد. بر پایه این تفکر روابط برد برد ناشی از سود دو کشور از روابط اقتصادی به وابستگی متقابل و کاهش سطح تنش ها منجر می شود. رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش گفت همکنون توان ساخت نافشکن ناو موشکانداز و زیردریایی در کشور وجود دارد و همه تجهیزات موجود و تمام سلاحها و مهمات هوشمند در این حوزه تولید داخل است معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران افسود همه ای تجهیزات نیروی دریای کشور بومی است و در لبه فناوری ساخت تجهیزات دریایی قرار داریم سیاری گفت امنیت مبادلاتی در دریاها برقرار است و بیش از 6000 کشتی را برای حفاظت از دوزان دریایی حفاظت کرده ایم و دیپلماسی دریایی نیز در بهترین صد برقرار است در همین حال فرمانده ناو بندر مکران در خطبه های نماز جمعه ساری اظهار کرد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در یک اقدام بی سابقه مسیر 360 درجه ای برای خودش انتخاب کرد. وی افزود مسیری که ناوگروه 80 و ششم برای خود انتخاب کرد مسیری است که تا کنون در تاریخ دریانوردی نظامی جمهوری اسلامی ایران سابقه نداشته و این برای اولین بار است که چنین مسیری در یک گشت کامل به دور کره زمین پیموده شد گروه های مخالف دولت سوریه از تسلط کامل بر ریف غربی حلب پس از درگیری شدید با نیروهای این کشور خبر دادند. گروه های مخالف دولت سوریه از بامداد روز چهارشنبه عملیات نظامی گسترده را تحت عنوان ردال ادوان آغاز کرده و گفتند که این عملیات پیش پیش از حمله احتمالی دولت سوریه به پناهگاه های آنها در ریف حلب و ادلب انجام شده است. در این عملیات برخی از گروه های مخالف دولت سوریه از جمله گروه تحریرالشام و ارتش ملی سوریه وابسته به اپوزیسیون حضور دارند در مقابل نیز وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که ارتش برای بازپسگیری خاک سوریه و بازگرداندن وضعیت به حالت عادی همکاری می کند. حسن عبدالقنی سخنگوی اداره عملیات نظامی گروه های مسلح مخالف سوریه ادعا کرد که نیروهای مخالف دولت سوریه به طور کامل بر ریف غربی حلب و پس از درگیری 36 ساعته با نیروهای سوریه تسلط یافتند. گروه های مخالف دولت سوریه پیش از این نیز از کنترل خود بر بیش از سی روستا خبر داده بودند. دادگاه استیناف درخواست چند سازمان حقوق بشری را پذیرفته و به دولت هلند دستور داد عرضه قطعات یدک جنگنده های اف سی را به اسرائیل در عرض چند روز متوقف کند. این دادگاه نتیجه گیری کرد خطر واضح نقص جدی قوانین بشر دوستانه بین المللی از سوی جنگنده های اف سی و اسرائیل در نوار قزه وجود دارد. این دادگاه همچنین تاکید کرد اسرائیل به میزان کافی تبعات حملات به جمعیت غیرنظامی نظامی در نوار غزه را لحاظ نکرده است مقام های هلند مدعی شدند که از نظر آنها عرضه قطعات یدک جنگنده اف 35 به اسرائیل غیر غیرقانونی نبوده و آنها در این تصمیم درخواست تجدید نظر خواند کرد با این وجود دولت هلند اعلام کرد به حکم دادگاه احترام گذاشته و به آن پایبند است یک مقام ارشد قضایی هلند تصریح کرد حکم دادگاه استیناف با این موضوع که هلند باید صادر کردن قطعات یدک جنگنده های اف سی و برای اسرائیل را پایان دهد میتواند اجرا شود به گفته دادستان کل هلند این دادگاه میتواند ثابت کند که خطر ارتکاب نقض جدی قوانین بشردوستانه بین المللی در نوار غزه با استفاده از جنگنده های اف 35 اسرائیل وجود دارد. او در ادامه رأی حقوقی خود بیان کرد طبق قوانین بین المللی مختلف که هلند نیز یکی از طرفهای آنهاست صادر کردن کالاهای نظامی باید در صورتی که چنین خطر واضحی وجود داشته باشد من شود دادگاه عالی هلند باید در سریع زمان ممکن تصمیم نهایی را بعد از توصیه دادستان کل اتخاذ کند در دسامبر 2023 چند سازمان حقوق بشری شامل آکسفام و مجمع حقوق بشر شکایتی را نزد یک دادگاه ناحیه‌ای علیه دولت هلند به دلیل صادر کردن قطعات یدک جنگنده های اف 35 از سوی این دولت به اسرائیل ثبت کردند سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت که در پاسخ به سیاست های تنشزای آمریکا مسکو از سرگیری آزمایش های را بررسی می کند. وی افسود وضعیت بسیار پیچیده است این مسئله به طور کلی و از تمامی جهاد مورد بازنگری و بررسی مداوم قرار دارد. مدیر کل دپارتمان عدم اشاعه هسته‌ای و کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه در ماه فوریه به تاس گفته بود نشانه های غیر مستقیم حاکی از آن است که امکان دارد واشنگتن آزمایش های هسته‌ای خود را دوباره آغاز کند. روسیه هشدار داده است که چنانچه آمریکا در این مسیر گام بگذارد مسکو به همان شیوه به این اقدام واشنگتن پاسخ خواهد داد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سال گذشته قانون لغو تصویب معاهده منع جامعه آزمایشهای هسته را امضا کرد این تصمیم در واکنش به عدم تصویه معاهده منع جامعه آزمایش های حسی از سوی آمریکا اتخاذ شد. معاهده منع جامعه آزمایش های حسی 24 سپتامبر 1996 در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. بنابر این معاهده انفجارهای هسته‌ای برای اهداف نظامی و غیر نظامی و در هر فضایی ممنوع است. روسیه در سال 2000 میلادی این پیمان را تصویب کرده بود. برخی کشورها از جمله آمریکا این معاهده را امضا اما تصویب نکردند این سند قرار بود به ابزار حقوقی بین المللی برای توقف هر نوع آزمایش هسته تبدیل شود با این حال تا به امروز این معاهده لازم الاجرا نشده است ممنونیم از همراهی شما جهت اطلاع مهمترین خبرهای منطقه و جهان با ما همراه باشید.